شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ و محقق حقوق بشر از لندن همراه ما هستند. سوءقصدی که به یک خبرنگار، به همکار ما پوریا زراعتی شده، خانم امین، شما این رو چطور تحلیل میکنین؟ چه دلایل و چه هدفهای احتمالی رو از سوی عامران پشت این قضیه میدونید؟ سلام عرض میکنم. اجازه بدین در وهله اول ضمن محکوم کردن چنین اقداماتی برای آقای پوریا زراعتی آرزوی سلامتی بکنم. در گزارش خودتون هم بود، کاردار سفارت هم وارد میدان شده و عنوان کرده که جمهوری اسلامی نقشی در این قضیه نداشته، در صورتی که میدونیم که جمهوری اسلامی تمام این سالها با شعار النصر بالروب، یعنی پیروزی ما در ایجاد وحشت در دل دشمنان، حیات خودش رو تضمین کرده و پیش برده. در سالهای مختلف ترورهای گوناگون، حمله به مخالفین به شدت در جریان بوده، با بالا و پایینهایی در سالهای در حد ترور میکونوس رو داریم، در جاهایی با ضرب و شتم مخالفین. در مورد این حمله، آنچه که مشخصه به نظر میاد که در واقع ضاربین سازماندهی شده عمل کردن، اما این به این معنی نیستش که دلم میخواد تحلیل خودم رو بگم که فکر میکنم که سازماندهی به این معنی که از قبل طراحی، مثل اون چیزی که در مورد آقای فرداد فرزاد و سیما ثابت داشتیم، به نظر میاد نبوده. من شب قبل از این اتفاق آقای پوریا زراعتی رو در کنسرت خانم گوگوش دیدم. در چنین جاهایی میتونن افرادی که خط میگیرن از حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع میکنن از اینکه مخالفین رو باید خفه کرد و لومپنها و اوباشی که هوادار این سیستمن، در مساجد اینجا سازماندهی میشن، در مراکز اسلامی اینجا سازماندهی میشن، اینا میتونن با دیدن ایشون تعقیب کنن، خونه رو به دست بیارن و فرداش این اقدام رو بکنن و بعدم از محیط به عنوان پیروز دور بشن. ببینید، اتفاقی که افتاده، پلیس بریتانیا مسئولیت داره بخش مبارزه با ترورش. حدود چند سال هست بعد از حمله به سلمان رشدی، به خاطر اینکه کسی مثل مهاجرانی داره در همین شهر زندگی میکنه، دفاع میکنه از فتوای قتل رشدی و همچنان از در واقع هیچ پاسخگویی، متاسفانه پلیسیشون رو وادار به پاسخگویی نکرده. اینها مواردی است که اجازه میده که این نوع در واقع اقدامات بتونه صورت بگیره. اینا احساس میکنن در همه جا مسئولیت دارن، در همه جا سفارت و نهادهای گوناگونی که به اسم مراکز اسلامی و غیره ایجاد شده پشت این آدم ها هست، پشت این لومپن ها و ارازل هست، و با ایجاد ارعاب بعد از ترور ناموفقی که در رابطه خبرنگاران ایران اینترنشنال سازماندهی کرده بودن، در مورد دیگران بوده، در مورد خود ما در آلمان، پلیس امنیت آلمان بارها هشدار داده و گفته که شما تارگت یا در مورد جمهوری اسلامی در مورد شما اقداماتی رو داره طراحی میکنه رو گفتن، ولی ما همچنان میدونیم که متاسفانه خودشون رو جدی نمیگیرن. که این دست اقدامات ایزایی در خارج از ایران چه فایده ای اساسا برای جمهوری اسلامی داره؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه در بی‌اعتمادی اکثریت جامعه به حکومت و رسانه های حکومتی؟ ببینید، این بخش که بی‌اعتماد بشن به حکومت، خب سالهاست مردم بی‌اعتماد که چه عرض کنم خواهان سرنگونی این نظام هستن. اما وقتی در مورد کسی مثل پوریا زراعتی که به هر شکل دارای تریبون هست، حرفای تندی علیه جمهوری اسلامی میزنه، این میتونه ایجاد ارعاب بکنه برای کسانی که در واقع در همین حد میخوان حرف بزنن، میخوان حضور اجتماعی داشته باشن، میخوان در تظاهرات ها شرکت بکنن. ایجاد این ترس برای پراکنده نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. برای همین مهمه، یک، رعایت اصول امنیتی، دو، فشار به نهادهای بین‌المللی، سه، فشار به پلیس خود اینجا که در مورد سازماندهی این همه انجمن و نهادهایی که در با پول جمهوری اسلامی اینجا تغذیه میشن، طبیعتاً چنین حملاتی میتونه از سوی اونها به سادگی سازماندهی بشه و باید قبل از وقوع حادثه بتونن جلوی اینا رو بگیرن و امکاناتشون رو محدود بکنن. این اتفاقی که متاسفانه تاکنون به طور جدی از سوی دولت انگلستان پیش برده نشده. خیلی ممنونم از توضیحات شما، شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ و محقق حقوق بشر که از لندن همراه ما بودید.